اختاپوس مودی رو کم داشتیم اینجا. بله، آموزش عروسک بافی نداشتیم. داشتیم، کم داشتیم. حالا این بار میریم با هم با نخ مخمل اختاپوس مودی رو ببافیم. سلام، سحر قرشیان هستم، بافتنی قشنگه، اختاپوس قشنگه. من با کامبا آریا جانان میبافم که میتونید از کامبا فرشاد و کامبا خرازی یاسین تهیه بفرمایید و قلاب شماره 4. شما میتونید با هر کامبایی که دسترس دارید ببافید. اگه کامبا ضخیم باشه خب مناسبه، بهتره. اگه کامبا نازک باشه سایزش خیلی کوچک در میاد، یا اینکه باید تعداد رنج بیشتری ببافید. این قسمت که افزایشی ابتدا 6 تا بعد میشه 12 تا، باز هم ادامه بدید تا بیشتر بشه. حالا با هم میبافیم و توضیح میدم. برای ابتدای باف 3 تا زنجیره میزنیم. 1 2 3. میایم روی اولین زنجیره قلاب رو وارد میکنیم، یک بست میزنیم. بنش نخ رو از دو تا حلقه ای که بود بیرون کشیدیم. یک زنجیره میزنیم که روی شمارش حساب نمیشه، میریم داخل حلقه، داخل حلقه ای که ایجاد شده، 3 تا پایه کوتاه میبافیم. به این صورت نخ میگیریم و دوباره نخ روی قلاب یکی میشه. سومی رو که میخواییم ببافیم حلقه آخرش یکی نمیشه. میاییم رنگ دوم رو میگیریم و میبافیمش. و دوباره 3 تا دیگه میبافیم که به این صورت دو رنگ میشه. پشت کار نخ صورتی رو نگه داشتم که راه بیاد. اینجا دوباره میخواییم ببافیم. دوباره میخواییم سومی رو که ببافیم حلقه آخرش رو با رنگ اولی میبافیم. بینشه این نخ رو میکشیم. ببینید به این صورت میاییم سر قلاب که این حلقه کوچک بشه. زنجیره رو رد میکنیم، میاییم سر پایه کوتاه. اینجا یک بست میزنیم. نخ بنفش رو این دفعه بر راه بیاریم، بس میاریمش بالا. یک زنجیره میزنیم روی پایه، دو تا پایه کوتاه میبافیم. گفتم دیگه میخواد اضافه بشه. هر پایه دو تا. حتما نخ رو پشت باف نگه دارید. باز وقتی رسیدیم به آخرین پایه که میشه ششمی، حلقه آخرش رو باید با بنفش ببافم. میبافم. این بار نخ صورتی رو راه میاریم و با بنفش میبافیم هر پایه دو تا. سومی، چهارمی، پنجمی و ششمی. باز برای یکی کردن از رنگ قبلی استفاده میکنیم. و همون کار تکرار میشه. میاییم بست میزنیم سر پای کوتاه اول، نخ بنفش رو نگه میدارم، یک زنجیره میزنیم. اگر نختون نازک بود باید بیایید ادامه بدید که بزرگتر بشه. روی پایه اول یه تک پایه ببافید، روی پایه دوم دوتا ببافید، مثل قانون گرد بافی. و باز به آخر کار که رسیدید رنگ رو عوض بفرمایید. خب ما اینجا نمیخواییم ادامه بدیم و تک پایه میبافیم. 1 2 3 4 5 6. قبل از اینکه بست آخر رو بزنید این نخ روی هم یکم بکشید که اگر این پشت برجستگی از نخ مونده رد بشه. و بعد حلقه آخر رو یکی میکنیم. میاییم میریم سر اولین پای کوتاه، نخ رو میگیریم بالا، بست میزنیم. نخ رو صفر باید بکشید که اینجا کوچک باشه. از اینجا به بعد ببینید اگر که خواستیم دایرمون بزرگتر بشه و نخمون نازکتر بود، پایه اول رو تکی میبافیم، بعدی رو دوتا میبافیم به این صورت. و همین باف تکرار میشه. تکی دوتایی، تکی دوتایی. باز پایه آخر رنگ رو باید عوض کنیم. این قسمت هم به همین شکل قرینش میشه.
من تا همینجا کافیه، پس این دومی رو میشکافم چون نخم ضخیمه. 6 تا پایه کوتاه میبافم و باز به آخری که رسیدیم، اولین کاری که میکنیم این نخ رو میکشیم. ببینید الان اینجاها جا مونده نخ، میکشیم که رد بشه، یکی میشه و میریم ادامه. 6 تا هم رنگ دوم رو میبافیم که به این شکل دو رو میشه بافتمون. باز به آخر باف رسیدم، اول نخ رو میکشم، یکی میشه. ببینید اینجا هم نکته ای که هست، این حلقه ای که روی قلابه میاریم سر قلاب و بعد سر اولین پایه کوتاه یک بست میزنیم. رج سوم 4 مرتبه دیگه تکرار میشه تا به این اندازه برسه. برمیگردم. این 5 رج رو که بافتم، 5 رج ساده بافی، همون 12 پایه، انتهای باف باز نخ رو رنگش رو عوض میکنم، حلقه آخرش رو میبافم و میام سر پای کوتاه اول یک بست میزنم، یک زنجیره میزنم، نخ رو قطع میکنم. 2 تکه اضافه نخ رو گره میزنیم و به داخل میبریم. 6 تا دیگه میبافیم که میشه 7 تا. 8 رو که میبافیم انتها نخ رو قطع نمیکنیم، میخوایم به هم دیگه اتصالشون بزنیم. 8 رو که بافتیم نخ رو قطع نمیکنیم. چرا؟ چون که میخوایم با همین نخ ادامه بدیم و اتصال انجام بدیم. اولین کاری که میکنیم میایم یه دونه بست میزنیم روی پایه دوم به این شکل، زنجیره میزنیم روی همین پایه یک پایه کوتاه و 3 پایه بعدی پایه کوتاه میبافیم. به پایه آخر از رنگ اول که رسیدیم پایه کوتاه رو میگیریم اما نمیبافیم، میریم بعدی روی پایه اولش یه نخ میگیریم. حالا 3 تا حلقه روی قلاب هستش، این 3 تا با هم یکی میشه. دوباره 4 تا میبافیم، 1 2 3 4 و همون باف تکرار میشه. آخری رو نمیبافیم، میریم روی اولی ادامه میدیم تا هر 8 تا به هم وصل بشه. به این صورت همه به هم وصل شدن، موند فقط آخری. خب پای نصفه رو میگیریم، یادتونه پای اول رد شدیم رفتیم رو پای دوم، روی پای اول حالا میگیریم و 3 تا حلقه یکی میشه، میریم سر اولین پایه بست میزنیم. خب کامل شد. کاموای مخمل نیازی به پر کردن الیاف نداره، اما اگر کامواتون فرق میکرد نازک بود یه کوچولو داخلش رو پر کنید. این فقط این قسمت های پایینش رو، بقیهش نیازی نیستش. و اینکه ما از اینجا به بعد میخواییم گرد بافی داشته باشیم، دور بزنیم مثل سر عروسک، به همین خاطر این بست آخری که زدم رو میشکافم و مستقیم میام پایه کوتاه میبافم. همین تعداد پایه‌ای که هست، چند تا پایه بود؟ هر کدوم از این پاهاش 6 تا پایه داشت که یکیش دوتا یکی شد، پس 5 تا میمونه. 5 تا 8 تا، الان ما 40 تا پایه داریم. این 40 تا پایه رو چند سانت میبافیم و بعد من به شما میگم که این چند سانت چند رد شده. به این صورت اینجا یه نخ نشونه میذارم و بعد شروع میکنم به بافتن. همین 40 تا پایه رو میبافیم، دور میزنیم، ببافم، برمیگردم. تا اینجای باف من 4 رج رو بافتم. این رجی که الان میخواییم ببافیم باید 4 تا پایه کم بشه که بعد پایه ها ضریب 6 بشه، مثل همون ابتدای باف که 6 تا 6 تا زیاد میشد، اینجا 6 تا سر انداختیم و بعد شد 12 تا، حالا کم بشه تا برسه به همین 6 تا و یک جا جمع بشه. 40 تا پایه داریم، پس هر 10 تا باید یه 2 تا 1 انجام بشه. 8 تا میبافیم،
دو سه چهار پنج شش هفت و هشت. اینجا باید دوتا پایه بعدی یکی بشه. فقط حلقه های جلویی رو میگیریم. ببینید هر دوتا به این شکل. یک بار دیگه حلقه جلویی رو گرفتم. پایه بعدی نخ رو بیرون میکشیم از هر دو حلقه‌ای که گرفتیم و به یک باره میبافیم. دوباره همین پایه تکرار میشه. یعنی 8 تا میبافیم که 2 تا 1 انجام میدیم که 9 تا پایه میشه. 9 تا 4 تا 36 تا. رج بعد همین 36 تا رو میبافیم. کاهشی نداریم. از اینجا به بعد دقیقا مثل سر عروسک میمونه. به 6 قسمت تقسیم میشه و هر قسمت یک پایه کاهشی داره. الان باید 4 تا پایه ببافیم و بعد 2 تا پایه بعدی یکی بشه. وقتی که تعداد پایه های تکیمون زوج هستش نصفشون میکنیم. اینجا 2 تا میبافم و اینکه این خط یکی شده روی هم نیفته. یه دونه یکی میشه، یعنی 2 تا پایه با هم یکی میشه. حالا از اینجا به بعد 4 تا و 2 تا یکی. 1 2 3 4 دو پایه بعد یکی میشه. این بافت رو 5 بار میبافیم. در انتها 2 تا پایه تکی میبافیم. رج بعدی 1 پایه کم میشه. پس میشه 3 تا پایه و بعد کاهشی. کاهشی یعنی 2 تا پایه با هم بافته میشه که کم میشه. همین بافت تکرار میشه. در پایان 18 تا پایه میمونه. رج بعدی که دوباره 2 تاه، 2 تا تکی هستش، 1 پایه کاهشی. ابتدای بافت 1 پایه کاهشی میبافیم. 1 پایه تکی و 1 پایه کاهشی. بعد میشه 2 تا کاهشی. که بهتره این قسمت رو از روی کپشن نگاه کنید و با دقت ببافید. البته که اگه عروسک بافی وارد باشین دیگه فوق العاده براتون راحته، خودتون به راحتی میتونید اینو جمع کنید. ولی برای عزیزانی که مبتدی هستن توضیح دادم، کپشن رو هم حتما بخونید. رج بعدی 1 پایه تکی، ابتدای باف و بعد کاهشی. از اینجا به بعد 5 مرتبه باید 2 پایه تکی و کاهشی. در انتها هم 1 پایه تکی میمونه. میبافیمونو توی دستور اینو به همین صورت 2 پایه تکی 1 پایه کاهشی نوشتم. دقت بفرمایید، این یه کلکه که باید بلد باشی. رج بعدی پایه اول تکی و بعد کاهشی و همین بافت تکرار میشه. تکی کاهشی. یکم کار داره سخت میشه. میبافم و رج آخر دیگه همه 2 تا یکی میشه. کاهشی هستش. و این هم رج آخر که گفتم همه باید 2 تا یکی بشه. و انتها با سوزن لبه ها جمع میشه. باز انجام بدم چند تای بعدی رو. یه کمی بلندتر میگیریم انتها. اینو میکشیم بیرون. این اضافه نخ رو با یه قلاب کوچیکتر از حلقه های جلویی به این شکل رد میکنیم. ببینید از هر 6 تا رد میشه. و بعد می کشیم از پشت بافت
به داخل میبریم. و اینجا محکمش میکنیم. یه شلال زدم که محکم بشه. به این صورت. اینم دیگه لازم نداریم. به این شکل شد. به این برگردیم برای این سمتش. برمیگردیم با رنگ دوم روی همین پایه‌ای که هستیم نخ هستش. پایه آخره. بار دیگه اندومی میشیم یه حلقه بیرون میگیریم. میریم پای بعدی. روی اولین پایه یه حلقه بیرون میکشیم و این دوتا یکی میشه. این میشه دوتا یکی که انجام میدادیم. و بعد دوباره چهار تا پایه میبافیم. سه. چهار. دوباره آخری یکی میشه. یه نصف از این سمت. یه نصف از بعدی یکی میشه. چهار تا میبافیم و همین بافت تکرار میشه دقیقا مثل همون سمت. داخلش هم نیازی به پر کردن نداره. به همون شکل که اون سمت رو بافتیم این طرف رو هم میبافیم با همون تعداد رج. پس من ببافم برمیگردم. فقط اونجا اینا جدا بود. حالا اینجا خیلی راحت تر شده دیگه. به هم وصل هستش. پشت سر هم. هم کامل بافتم. کور کردن آخرش رو هم انجام دادم. حالا ببینید این نخ اضافه مونده که اون سری کشیدی میشه این بر. الان باید این دوتا به هم دیگه وصل بشن. پس از این قسمت از همون وسط بافت داخل میشیم. از این سمت خارج میشیم و این نخ رو میکشیم. اینجا یه بسته خیلی ریز میزنیم. انقدری که رد بشه از یک پایه که این نخ اینجا ثابت بشه. این دوتا از هم دیگه باز نشن. و دوباره از این سمت این کار رو تکرار میکنیم. اینجا یه بست میزنیمش دوباره. نخ محکم بشه. و دیگه اضافه نخ رو داخل بافت میبریم. یک سمتش سمت بعدی به این صورت. چشم ها و دهانش رو روی نمد در آوردم. دوتا کوک هم زدم برای سفیدی چشم ها و با چسب حرارتی میچسبونم. به این صورت اول با سوزن تگت فیکسش میکنیم و بعد زیرش رو چسب میزنیم و تمام.